و دوستای ایرانی ما که ببینن با تومن ضرب بزنن چقدر پیسه میشه. 6 تا 24 240 میلیون. چه معترض، خوش اومدید بچه‌ها. سلام علیکم، خوش اومدید. ببین ما هر چند وقت بریم بودیم معترض، چون من خود من لازم بود کابل دریمز یه معترضی میاره، آدم نمیشه که اونا ریاکشن نداشته باشه. ببینید بچه‌ها ما چه داریم ذوق میکنیم. واقعا بچه‌ها معترض میاد، اصلا انگار انرژی من دو سه برابر. امیدوارم که بتونیم از بین از افغانستان مشو بیاریم. یکی معترض، یکی ولایت‌های مختلف افغانستان رو میبینیم. واقعا برام جذاب. من ببین بچه‌ها، حالا اینجا اصلا بحث اون داستان نیست، ما یک ویدیو از قندهار دیدیم، هنوزم من مغزم استوب کرده. چنل کابل دریمز، لینکش داخل دیسکریپشن هست. بریم ببینیم که چه موتوری امروز واسه ما آورده. لیلامه لکسس. بچه به خاطر این کابل دریمز، بچه‌ای که نگاه میکنم و به خاطر فالوورایی که داره، بچه لیلام میذاره. لیلام هم میذاره، مثلا 10000 تا 5000 تا لیلام هم میذاره. بریم سراغ این ویدیو. لتس گو. بنوزن. حاجی آزاد باشه ایران وارد کنیم میرم. 24. پلیت منفی 5 قانونی است. پلت منفی 5 لیمیتد است. فنگر سی سی دیگه داخل قهوه‌ای اومده. سانسورای پیشروی پسر داره. وقتی این چیه؟ کراون دیگه تویتا است. حاجی تو افغانستان خیلی باب و سمت راست هم از فرمونش. حاجی این اسم میکنم کراونا تولید خود ژاپنی، یعنی خود کشور. یعنی ببین یه سری معترض هست بچا، فقط اقتصادی خودشونه. اختصاصی اقتصادی چیه؟ نه شاید یه اقتصادی ضعیف‌ترین رو برای کسی که مثلا آقا اونجا هم تو کشور خوب بالاخره مثلا ما الان یه سری توییتا داریم بچا، توییتا کرولا هست که قطعا همتون دیدید، مدلای مختلفش هم هست که اینجا هم یکیش اونجا داریم میبینیم. یک مدل کرولا هست که تو هند فقط هست به اسم توییتا لوین، همون شکل و ظاهره، یه ذره عوضش کردن قشنگ مشخص همونه. توییتا لوین الان مثلا بازار هنده. الان شما شروع نمیگه 206 تو چند تا کشور؟ 4 تا یا 5 تا کشور؟ یکیش که فرانسه است، برزیل، ایران، ترکیه فکر کنم کم داره. مثلا 206 استی بچه‌ها فقط تولید ایران و برزیل بود که ایران با همکاری با پژو با هم دیگه روی این شاسی و بردن جلو و من سازنده اصلیش 206 من استی یادم ایرانه. نمیره بچه‌ها، من توی شرکتی کار میکردم تو ایران خودرو، بعد برای ما چراغ انگلیس، برای ما چراغ چی درخواست داده بود به نظره؟ پژو. چراغ هایما S7 با 207. نه بابا به خدا، یارو اسمش مارتینز نمیم یادم رفته، اونجا قشنگ زده بود چقدر از هر کدوم 10000 تا. بریم افر یک موتر در پیشروی پسر موتر می باشه، خودش جای به جای استاد. اون چراغ ایران خودش طراحی کرده دیگه. آره ایران زده. سرعت شوانه داره که در شیشه بر نشان میته. ده این مشخصات نخواه دیگه پیش کسی باشه. شبیه بنز نیست؟ آره. باز از دوستای ما زیبایی در این موتر خط باز دیگه. CLS SL ای هایبریده. این هایبرید CLS نمیم SLS مدل بالاست. مدل آره بالاست، چون این مدل بالاهای چیز سردندش این شکلی میشه. توی تابت شا نگاه کن چیزه آبی جلوش. آره اینجا خسار نگاه نخواه دیگه پیش کسی باشه. توی تا اینجا باشه ببینیم بعض از دوستای ما زیبایی در این موتر خط باز دیگه. خط باز کرون 360 درجه ای دارم ستالایت 360. به به ببینیم چهار ادراف تا آخه من تو کتم نمیره با این دنده عوض کنم. این برای چپ دستا خوبه. دوربین 360 چقدر ضعیفه. من این برای چپ دستا بهتر نیست؟ چپ دستا خوبه. فکر کن دنده معکوس میخواد بکشی این برای بگیری بغل تو. که اصلا اتوماته، به اون سمت نمیریم. ولی خیلی جالب بود. خب بریم همین کراونر رو با هم دیگه مفصل تر بریم. آره دیگه. سرشو ببینیم باز داخل محترم برای دوستان معرفی میکنه. دوستان شما بین زیبایی هایی که در این محتر هست. حاجی ماشین ها رو نگاه چقدر خوشگل هست. واقعیت یک محتر خاص و ویژه و عالی است. خیلی یک محتر خاص است. هزارت ها رو دیدی؟ در این مشخصات نخواه دیگه پیش کسی باشه. گفته بعض از دوستای ما زیبایی در این موتر خط باز دیگه. خط باز رنگشه که میگی اگه زر نگاه داخلش زفت رنگشو دوست داری تو؟ نه ببین، ولی تو ماشین های خارجی، تو ماشین هایی که پلت خارجی دارن اینا، ببین ماشین رنگی هم باشه، هرچی هم باشه، دو رنگ باشه، سه رنگ هم باشه، اصلا ببین به چشم میاد، کاری به اون نداره رنگش، که میگم ماشین خارجی داره سوار میشه. اصلا با این آخه این رنگ ارتباط نمیاد. ولی تو بچه ها رنگش ولی بالاست. آره ولی بچه ها بگون تو مثلا تو چری و تیگو اینا ضعیف‌تر که باشه مدل پایینشون، رنگای زاغارت به درد اصلا تابلو اصلا حال نمی‌کنه. ولی مثلا میای تو سفرا مثلا تیگو 7 پرو مثلا می‌خری، رنگ قرمزش هم بخری خوشگله. تو ایران ولی قرمز اصلا فروش نداره بچه‌ها. سال شنده. واه
نام خدا یه دونه نوره، نور بالاش پک کو زیبایی داره، نور بالا نور بالا نور پایین یه دونه است، خیلی بوی کمپانی و بوی کمپانی خوشایند داره واقعا. جیا صاحب این موتر کس دیگه میرنگشه زیاد که خوش میه میرنگه. بله حاجی من نمیتونم فرمون بگیرم اینوری احساس میکنم دارم چپ میکنم. بعد یه چیز عجیب تره بهت بگم، تریم داخلی چه رنگیه؟ زرده. چرا باید یه مثلا نارنجی یا زرد توش استفاده بشه؟ ما وقت به هر موتر فروشی که برنامه میری میرنگ موتر که میباشه و بسیار خوشم میایه و همیشه میرنگ باید این سی پی زتب حاجی اینجور دوستا و فامیلا برای فامیل بخرن این دوستا. این رنگ بسیار خوب رنگ است، موترک فامیلی باشه بسیار خوشایند است. خوب است که در مورد آپشن ها بگیم این استی هم چالان شد باش که ما برتن چالان کنم مکمل کولر رو واسه بینم کولر رو داره چالان میکنه. ببین احتمالاً فقط چیز داشته باشه، گم کن صندلی داره، سرد کن نداره. میبینی اینجا رو ناکن اینهاش اون آره این دوتا نه اینا پایین چی؟ اون کولره نه اونا نیست، همش همینه و چیزش هم دواله. این کولرش دواله، یعنی شما باید سمت راست رو میتونی بزنی مثلا سرد بگه چپ و کولر بزن. آره مثلا دیگه. دو تا چیز متفاوت، من بخاری میخوام تو وسط تابستون، شما مثلا کولر میخوای. آره دیگه موتر لکسس هست، من فهمیدم که لکسس هست، ایرم از انمی لوگوش ما فهمیدم که لکسس هست. بعد اینکس اینس 600 نه این الکس 570 اگه اشتباه نکنم، عشق منه دیگه بچه‌ها. اصلا رو خونی این ماشین عشق منه. الان توی ایران بتونی بیاری بری 2 میلیارد بگیری، یه 600 هم به گمرکشو بدی میگیری بیاری. 2 میلیارد که نیستش الان تو افغانستان، 40000 تا است دیگه، 40-50000 تا میده دیگه. نه کجا 40 الان ببینیم قیمتش چند میگم. این ببین دیگه که چه خصوصیات داره، چه مشخصات داره و قیمتش چند است، لال عمران براتون میگم. جو صاحب این موتر کس الکس 570 570 دیگه، این موتر 8 سالن پترول ماشینش است. 8 سالن پترول 8 سالن اینجوری بچه ناکل. ببین تو جاده تهران تبریز اتوبان گاز بدی نه فکر کن این لیوان بچه بنزین اینجوری میخوره تمام. رنگ صدفی مدلش 2009 است، شیپش 2009 دیگه تمام شیپش عوض کرده. آره 2009 2009 تو ایران آخری مدلی که پلاک هست، مدل بالاترش هم از 2011 شه که 40 میلیارد پولشه بچه، 40 میلیارد، در حالی که شما 2024 شه بری بخری در میاد برات 8 تا 10 میلیارد. قیمت جهانیش هم گرونه قبول نمیدونم. آره کلن لند خانوادی لکسوز تا شیشایش دیگه داخلیش تنها چمبیش بدل شده دیگه، داخلی تال افغانستان شیپچنج نمی کنم دیگه، شیپچنج کردیم داده بیرون. منفی 6 داره، موتر فول آپشن است، تبدار، کمکدار، سی سیت یا می چیزایی که داری یام هست. من حاضرم خرجا اینو بپذیرم ولی اینو داشته باشم. آجی کیه؟ من عمم هم دوست داریم. نه چون 2009 شاید تو بگی فوی سرطان تو یه ویدیو قبلی بود بچه ها، 2009 لند کروز بود. اینو نه این اصلا ببین این اصلا اون 2024 کرده بودن. اینو دوست داری یا اینو؟ لاشه 2009 اونو چند گفت؟ 35000 تا. ببینیم اینو چند میگه. اینم 40 تا گفت، 40 بود، 5 تا لیلام کرد. آره لیلام کرد. آره محترمه کلشان هم چیز میایم واسه 60 درجه کمره داره. چیشو 2009 صاحب قیمت میکنیم 44000 دلار. 44000 دلار 44 تا. اصلا شما بگو لیلا ایندا زحمت میکشن برنامه ما و شما رو میبینن. تخفیف با دست شما چند بارش میتین؟ قائل شویم که یک تخفیف باشه. ما به احترام چند گفتین؟ 44000. 44000. بله. باز اون 2000 دیگه بالا نمیتیم تخفیف که شما تاوان نکنه. ما 42000 میگیم. 40000. 40000. بله. 6000 تا 24 میشه 2400. چی؟ 60 تومن حساب بکن 6000 تا 24 2400. بچه 2400 باشه 1 میلیارد هم اصلا این باشه گمرکشو بدی همین ایران باشه، اصلا نه 2 میلیارد هم گمرکشو، هم اندازه پول خودش هم گمرک بده، میشه چقدر؟ 6 میلیارد. تو 6 میلیارد یه لند کروز اصلا تو بگو 10 میلیارد بچه بیاری ایران 40 تومن پولشه. الان بچه واردات داره یه جوری به سمت باشه خب بازم بیاری داخل قیمتش افت نمیکنه. خدا رو شکر پلاک کابل هم داره، یعنی این ماشین کاملا میشه از افغانستان به ایران وارد کرد. آره دیگه بریم بریم ما بیاریمش. 4000 دلار آمریکایی 4000 شما ضرب بزنین به افغانی چند میشن و دوستا ایرانی ما که ببینن با تومن ضرب بزنین چقدر پیسه میشه. دقیقاً 6000 تا 24 240 میلیون حاجی، 240 میلیون یه دونه تقریبا تیبای مدل 93 اینا میدم بهت دیگه. آره یه ذره داری پایین تر حالا یه 10 20 تومن بالا پایین مال من چیزامو میاری پایین ها که تنها تخفیف میدم موتر فروشی جوارزای دیگ موتر. من بغلی رو بیشتر دوست دارم. آپشن های داخلش ارزون تره آپشن است یا فینگر میه
اوتوماتیک و منوال میایه، گیر اوتومات، دیگه موتر یخچالدار میایه. اکثرا ماشینای تویوتا، حالا لکسوس هم که موتر یخچالدار تو کانتینر اومده. آره دیگه، بریم ببینیم شیپ داخلش هم عوض کرد. نه گفتی که داخل عوض نکردیم دیگه، شیپ داخل همونه. اوه این پیروز شده، این شکلی نیست. گفت بعضیش اما این موتر ها گرچه که دفته هم استاد از داخلش می سرد است، گرمی ندارم دیگه. خب دیگه روز به روز تکنولوژی پیش رفتر، چون پنجره هاش بچه یوویه، آفتاب رو پس میده به خاطر اونه. 2019 است بله. شیپش 2019. آپشن های داخل موتر 2019 فیس این داره همه ماشین های 2024 الان رو میزنه، علل خصوص پرادو 2024 که من بدم میاد. نه پرادو که اصلا مفرط داره. نه دیدی شبیه جیپش کرده. آره. تشتیب تگی اسکرین چی کارهایی را انجام میتونیم بتا یا ما انجام بتیم ده اسکرین میتونیم ببینیم. با اسکرین فابریکی شو قسمی که مخالکرا رو ندیدیم. نمیدونم 360 درجه ستلایت هم داره. از چجوری 2009 اینا رو گذاشتن 2360 و اینا. اینو بگم بچه ها، اصالت برند لکسوس تو یک چیز خلاصه میشه، این ساعت این وسط. ببین آنالوگ همونه، تنها جایی که تو زندگی از یه چیز آنالوگ بیشتر لذت میبرم بنزم همونه، بنزم همون کیلومتری میذاره. بنز شیره داشت، ماشین دستساز بگو ببینم اسمشو رولز رویس. باری کلا اونم همینو داره. ببین ببین اصالت رولز رویس با دست ساخته میشه آجی. ماشینا که اصالت دارن کلا میرن رو فاز این که آقا ما بیایم به سراغ چی میگن اینجوری آنالوگ بازی ها. همین ببین اینا، ببین اینا میبینی برای چیه؟ اینا واسه کسایی که بچه مثلا مایه دارن دیگه. بذار من از این دیدی بچه ها یه ساعت هایی هست آویزون میکنن گردن با میکنن اینجوری، از همون مال عهد بوغه، ولی میبینی یارو پول داره، پول از سر کلش داره میریزه پایین، اونو گرفته گذاشته اونجا، پشتش عکس بچه هاشه، جلوش ساعت کلاس دیگه. چون چرا آنالوگو و اصالت داره. بعد کلی همه ویدیوی موتر یه ما فقط میره بالای 12 13 دقیقه. بریم سراغ موتر بعدی. این فکر کنم همون 2024 است. آره. سه تا چورت، سه تا لنز داره. چه آبشاری میره؟ آره. دیلایتش. خوراک اینه. پایین هم راه نما داره. بچه ها ساعت رو بینید دیگه، 2:46 دقیقه است، ما داریم داده بیداد میکنیم. آره الان همسایی هم میان پایین. حاجر سپر هم راه نما داره. در مورد از تعریف بکنیم خوشگل ولی چه خوب است که تعریفهایش خود لالا 2024 این موتر سیاس بلجیز مادلش 2019 است، بلیت منفی 5 قانونی است، بلیت منفی 5 فنگر سی سی اینو میتونیم وارد کنیم دیگه. شیپ لکسسی برزی چنج کردیم دیگه. شیپ لکسسی آره دیگه، شیپ ماشین شله لکسسی. آره لکسسی یخکن گرم کن فنگر سی سی گرم کن سرد کن فنگر. امی همیشه ما که برنامه ثبت نکردیم امروی باز دوستا امی هموطنای ما میگفتن شما چرا همیشه محترای دست ژاپن رو معرفی کنیم. بیاین یگان محترای دست افغانستان رو معرفی بکنین تا باشه که ما خرید بکنیم. این امروز چند موتر دست افغانستان رو برشان معرفی کردیم. آره دیگه همش نمره منفی افغانستان بود. خاص دست افغانستان. کیم خوشبختانه. الان اون بغلی چند بود به نظره؟ شما میتونین بیاین. الان تو ایران بود 1 میلیارد پولشه. چی؟ همون بغلیه. یه تومن پولشه. به درد نخور. پس اینو من دوست دارم اول سری داشبوردشو ببینیم، ویدیو رو جمع بکنید بچه‌ها، داشبورد اینو من ببینم. یک سیتای بسیار مقبول داره همکارم، بیاید داخل موترم. قیمتش چنده؟ قیمتش باید ارزون تر باشه دیگه. این موتر که هستن بلیتش منفی 5 گفتم پیشتر یادآوری شده. صفحه کیلومتر شبیه چه ماشینیه؟ ده نوعه بچه. آره الان میاد تو تصویر. کن داره هم سرد کن. شاهین هم هست. شاهین آره شاهین هم اینجوری فول آپشن. خب کپی میکنن دیگه اصلا دیگه. این مایله این زیری کیلومتر، ولی چرا کیلومترش تا 180؟ خب آفرودی هن دیگه این اکثرن. چه ربطی داره؟ لیمیتد است، سی سیت است، فنگر است دیگه. موتر کمکش برقی است، اشتی ارباک است، رنگ صدفی و بسیار سیتای مقبول داره. سیتای پسر. آره دیگه ببینیم سرتون گرم کنی اینا چی شد؟ دوال نیست اونا اینا دیگه سرتون اینا پایین ACB نه اینه. آره دیگه آره سرد کن گرم کن این ور ببری سر... گرم کن اون ور سرد. آره راست میگه این ماشین بیشتر آفرودیه،
چون من نگاه کردم مثلا روخش هم دقت کنی لوکس مثل اریکسن نبود، آره چون 2009 بود. آره با اینکه 2009 بود این 2019 10 سال فرقش بود، ولی چون ماشین آفرودی زیاد رو کار نمی‌کنه. آره فقط میدن بیرون که آفرودی که بره یارو هم علاوه قیافه کیف کنه، حالا قیافش هم به روز باشه، اما هم که آقا ماشین دیدی که گفت کمکش برقیه، واقعا یه لاستیک اینا میارزه به کل کشور چین. آره بابا نگو اصلا ژاپن و حد داره حالا ژاپن نه، ولی تو منظور ژاپن منظور ماشین الان بچه ات فکر کن سوبارو داشته باشی کلا تو کار بچه لایک و سابسکرایب بکوبید و زنگوله سر رو بزنید وسط گاز دادن. آره بعد بهتون میگم ماشینای اکونومی که الان دارید میبینید دیگه ژاپن هم مثل قدیمش نمیسازه، ژاپن هم گند زده دیگه همشون کم یعنی میکنن. بعضی جا تو ماشین اکونومیای که ضعیفن چینی ها الان جلوتر زدن دیگه، دمتون گرم. ولی چینیان یه سال کار میکنه گند میزنه، دو سال کار میکنه گند میزنه، ولی همین اکونومیای اینا ببینی 5 سال برات کار نه میکنه. الان دیگه مثل قدیم نیست اکونومیاشون، مثلا 2024 شما مگر دارین اینجوری ماشین ها رو کسایی که بچه‌ای که هستن تو چنل دارن من آمار جهانی رو دارم میگم. دمتون گرم بچه‌ها تا ویدیو بعدی بدرود.